بینندگان خوب و عزیز، سلامی گرم خدمت شما عزیزان. من شهرام پیرعلی هستم از شبکه جهانی تودی. امروز، یعنی از دیروز تا امروز، ما دلمون برای شما عزیزان تنگ شده. منم نوروز هستم. اون که صد در صد نوروز رو داشتم تبریک میگفتم. مگه عجله داری؟ قبلا ها بهتر بودم. بابا صبر داشتی قبلا؟ چی شدیم مثلا؟ من تنازم. خب فکر کنم الان دیگه بینندگان فهمیدن ما اینو پلان کرده بودیم. خوب هستید؟ شما خوبی؟ ممنون. نوروز پیروز بگم یا نگم؟ بفرمایید. خب نوروز بینندگان عزیز پیروز، انشالله که نوروز باستانی کشورمون سالی بسیار خوب و پر انگیزه و با هزاران سلامتی و خوشحالی و شادی باشه. و همکار عزیزم طناز عزیز، حال شما؟ ممنون. من هم سلامی بگم. بله. خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی تودی، که خدا رو شکر یک سال دیگر در این سال جدید، در این عید باستانی، یک فرصت دیگه و یک شانس دیگه هم خدا به ما داد که بتونیم در خدمت شما از طریق شبکه جهانی تودی باشیم. امیدوارم که این روزهای نوروزی رو تا اون جایی که میتونیم بتونیم روزهای خوبی داشته باشیم و این نوروز باستانی رو ارج بدیم. شما سفرتون رو در خونه چی دید آماده هست؟ بنده سفرمون رو گفتیم که برامون بیان بچین. باریکلا. خب والا خودم بلد نیستم سفره بچینم. ولی سفره کلا داری؟ شما البته خوب بلدین. خانمای ایرانی ماشاءالله همشون بسیار بسیار اکسپیرینس دار و تجربه دار در این بله. کار خانمای ایرانی، جمله مادر بنده، جمله مادران عزیز ایرانی، خانمهای عزیز ایرانی، ولی آقایون یاد نگرفتن ها؟ آقایون ولی شهرام جان اگه دقت کنی نسل که داره میره جلو، نسل جدید، آقایون خیلی مثلا کسانی که الان در دهه 20-30 سالگی هستن به آشپزی علاقه دارن. مثل بنده. بله مثل شما. آشپزی رو هستم ولی سفره هفت سین بلد نیستم. آشپزی بلدی؟ 100%. بله میگم نسل آقای دلجو خوردن تعریف کردن. خب بله. دیگه واسه هیچی اگه آقای دلجو خوردن تعریف کردن دیگه حرفی پس توش نیست. البته بهتون بگیم اتاق فرمانم این شگرد بنده رو تجربه کردن و من عاشق آشپزیم. بگو چرا؟ چرا؟ برای اینکه عاشق سفر هستم. و سفر که میکنم یه چیزی هست به اسم اسپایس. ما ایرانی ها بهش میگیم که ادویه‌جات. درسته؟ ادویه‌جات از کشورهای بسیار اگزاتیک، مراکو، یعنی مراکش خودمون، ایجپت، مصر، ترکیه، ایران خودمون، ایران عزیز خودمون و من جمله پرو و یک سری کشورهای دیگه که حتی یادم نمیاد، من اسپایس رو بردم که با اینا هم میتونم چیکن و یعنی گوشت و مرغ و ماهی رو میتونم باش مارینیت کنم. پس سبزی کل و ماهی بدونه به ما طلب بده کاری. شما اصلا با اسپایس شما با همسر گرامی. بله همسرم هم خیلی دوست داره همسر. و این آشپزی که بهت میگم واقعا بهت بگم من خیلی جدی میگیرم اینو، چون که برای من مثل یه آرت میمونه، درست مثل یک نقاشیه. وقتی که شما در آشپزخونه تشریف میبرید و علاقه دارید به یک چیزی تو زندگی، خیلی مهمه. یعنی من با جون و دل غذا درست میکنم. درست برعکس منی. لاو میره توش، عشق میره توی غذای من. خودم که دوست دارم غذای خودم رو بخورم، هیچی دوستان و اقوامم تعریف میکنم. بله. خب پس برعکس منید. یعنی شما غذا درست میکنید؟ من اونطوری که شما با عشق و علاقه اینطوری گفتید دیدم که اصلا هیچ نزدیکی به اونجا نداره. پس من میگفتم خانم طناز فنسی پس اشتباه نمیکردم. بی خودی نمیگن طناز فنسی، درسته؟ من آره آشپزی رو هنرهای خیلی زیاد دیگه ای دارم. جدی؟ آره دارم. مثل یعنی هنرهایی دارم که جای آشپزی رو گرفته. خدا شکر جان. خب من جمله؟ ولی میریم یکی یکی. آه یعنی لیست درست کردی؟ یعنی این رو زیاده؟ وای. خب دیدنی میرید شما اینجا؟ والا بله، برای اینکه خوشبختانه خانواده عزیز اینجا زندگی میکنن. مادر عزیز هستن، خواهر هستش
عمه عزیز هستن، کازن های عزیزم هستن که خیلی دوستشون دارم. خب پس شما از اینجا که میخواییم بریم بیرون فکر کنم همینطوری باید برید. بین اینجا و اورنج کانتی کازن های عزیز بنده زندگی میکنن و چقدر خوبه. سلامی داریم به کازن های آقای شهرام. چقدر خوبه ما ایرانیانی که خارج از کشور زندگی میکنیم و دور از وطن هستیم، چقدر خوبه که بعضی موقع ها خانواده هستش، یا کازنی هستش، یا عمه خالی دایی، مخصوصا دوران عید که میشه. طناز جان دوران عید که میشه آدم حوث خاله و دایی و عمه میکنه. دقیقاً آدم مثلا حوث دیگه دیدیم از غذا آدم آره حوث خب قرمه سبزی میکنیم و عیدا حوث عمه و خاله میکنیم نداریم. ولی من دقیقاً من الان نگاه میکنم میبینم یه سری از دوستان تنها هستن در آمریکا یا کشورهای دیگه و چقدر واقعا براشون مشکله. عادت میکنن بعد آخه عادت میکنن هم خب تنکسکیوین میاد، کریسمس میاد، نیو ایر میاد. حالا این داغ این بعد نو... کسایی که تنها خب... هستن و شما نه خب ما الان میشینیم گریه میکنیم اینا بگو اینجا. چجوری ریپلیس میکنن؟ خود من درست مثل برادر یا دوست بسیار خوبی هستم که برای یه سری از دوستام اون جای خالی زیبای خانواده رو دوستان عزیز و صمیمیشون پر میکنن. چقدر خوب این خودش خیلی قشنگه دیگه. درسته. بله. درسته. و بعضی وقتا همین دوستان صمیمی مثل خانواده آدم میشن. 100 درصد. یعنی انقدر باهاشون نزدیک میشی. بعضی موقع ها دوستای خوب بعضی موقع آدم باید بگه اینو. ولی من آدم روکی ام، حرفمو میزنم. به خدا بهت میگم بعضی از دوستای خوب و صمیمی از برادر و خواهر و خانواده بیشتر بله. به شما هم محبت میکنن. هم بیشتر شما رو دوست دارن، هم بیشتر برات قدم برمیدارن. درست. باورت میشه؟ بله. حالا امسال بنده که یار دارم، من که هیچ. امسال میگن سال یاره. بله. حالا میخوایم ببینیم که چرا آقایون، مثلا خودت مجردی دیگه نه؟ والا من بله. بله. تقریبا و خانم‌هایت حالا الان میترسم استودیو زنگ بزنن و بعد آقای دلجو تلفن میزنن میگن که آقا چرا گفتی سینگلی؟ من سینگلم. امسال سال یاره. من که هیچی، یارمو دارم، خیلی هم بزنم به تخته. من که تعریف ایشون رو خیلی شنیدم، عیدشون هم تبریک میگم اگه برنامه رو نگاه میکنن که هم شورده یار. ولی تعریفشون رو زیاد شنیدیم. ممنون. حالا امسال میخوایم سال یار باشه برای کسانی که یار ندارن، یار پیدا کنیم. خب. حالا تا بوده و بوده، مخصوصا آقایون که باشون صحبت میکنی، خب منم مجرد بودم قبلا، باشون که صحبت میکنی میگی چی میخوای از زندگی؟ میگن هیچی، والا من فقط آرامش میخوام. والا من آرامش ساختنیه یا یکی باید براتون بیاد؟ آرامش ساختنیه به نظر من. من فکر میکنم که ماها انسانها به دستای خودمون و با اون انتخاباتی که در زندگی میکنیم میتونیم زندگیمون رو بهشت بکنیم یا متاسفانه یک جهنم از اون زندگی بسازیم. پس خوشحالم که شما این موضوع رو میدونید. من روی این موضوع خیلی خیلی تکیه میکنم در طول هفته، ماه و سال در زندگی. برای من نوعی خیلی مهمه این موضوع که اون دیسیژن هایی که شما امروز میکنی فرداهای شما رو شکل میده. درسته. پس شما از شریک آیندهتون انتظار این که بیاد شما رو خوشحال بکنه، بهتون آرامش بده ندارید؟ 100 درصد. باید بگم چه دنبال چه شریکی هستم؟ حالا به اونجا میرسیم. حالا به اونجا میرسیم. نه آخه میخوام بگم. نه آخه میگی وایستا. بگم یعنی وایستا. ولی آخه اکثر آدم ها میگن من میخوام من زندگی فقط آرامش میخوام. ولی من دلیل این که این موضوع رو میگم این هستش که آرامش همونطوری که شما گفتید و من خوشحالم که هنوز هستن مجردانی که این رو میدونن، آرامش چیزی نیست که شما آرامش رو به اون زن یا به اون مرد خودتون باید بدید، با رفتارتون، با اون اعتماد رو جلب کردن. آرامش ساختنی هست همینطوری که گفتم. ولی چرا الان مجردها، حالا چه خانوما چه آقایون، اینقدر پیکی شدن؟ اینقدر خب سال جدیدی دیگه، میخوایم امسال همه رو دست همه رو بذاریم تو دست. چون زیاد شده تناز جان، چون بابا زیاد شده. دقیقونم هست. یعنی واقعا انتخاب شخص شاید قبلا یک انسانی بود، یک نفر بود، الان یه چیزی حدود هزاران یا میلیون ها نفر اضافه شده. اگه یادت باشه یه چیزی اومده به اسم اینترنت. درسته. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، سوشال میدیا، تیک تاک و کامپیوتر
و شما کافیه که فقط این تلفن رو باز کنی، این تلفنی که داشتیم صحبتش میکردیم در دفتر آقای دلجو، کافیه که شما این تلفن رو باز کنی، تلفن رو باز کنی، میلیون ها چویس هستش، میلیون ها خیلی آسون شده. خب حالا البته برای شما نه، برای ما که مجردیم هنوز. اولین کوالیتی که یار شما، حالا شما رو مثال میزنیم چون شما اینجا حاضر آماده نشستید. بله من خیلی حاضر آماده با کچلوار مرد میان سال مجرد. نه میان سال دیگه خواهش میکنم اذیت نکنی، میرم اذیت نکنی میرم. ببخش من 32 سالمه، خیلی هم پراودم از ایجم. اصلا بهت نمیاد، نمیاد اصلا بهت 32 نمیاد. اتفاقا من بین 25 تا 30-31 معمولا دیگه، حالا خودم حقیقتش رو میگم اینجا جلوی دوربین، من در سن 32 سالگی بسیار سلامت و خوشحال هستم. خدا خب اگه شما 32 اید منم 25 هم، پس خدا رو شما پس رو همون معیار میریم جلو. ولی کوالیتی که یا اولین کوالیتی که یار آینده شما دوست داری داشته باشی چیه؟ آیا قیافشه؟ آیا خانواده است؟ آیا تحصیلاته؟ چی اولین کوالیتی باید چی باشه؟ واقعا بگم جواب واقعی بدم یا جواب جواب واقعی بدید؟ والا دوست دارم سوپر مدل باشم. سوپر مدل باشه. خب خدا رو شکر. خب این سوپر مدل رو شما باهاش ازدواج کردید، بردید خونه. نه اول مثلا اول باید قشنگ دیت کنیم، قشنگ بشناسیم هم دیگر رو. یعنی چه ازدواج کردید؟ مگه مثلا دوران مادر بزرگ پدر بزرگ طرف چیز کنن از هجده؟ خب اون اتنشنی که یک مرد در زندگی میخواد، زنی که میخواد وارد زندگی بشه و سوپر مدل بشه، اون اتنشن رو شما نخواهید گرفت. اون اتنشن رو ایشون از میلیون ها آدم خواهد گرفت، یه پوزی هم به شما خواهد داد که بنده هستم. یعنی زن زندگی نخواهد بود؟ من نگفتم زن زندگی نخواهد بود، من گفتم آیا به این میدونید که وقتی که ایشون سوپر مدل باشن بسیار سرشون شلوغ خواهد بود، چند هفته یه بار شما رو ببینن؟ خب من عادت دارم تنوز جان به سوپر مدل ها. یکی میبینید تو فشن و انترتینمنت نیست، ماها 23 سال الان تو این کار هستیم، میکروفون دستمونه، صحنه دستمونه، دوربین هست بالاخره. خب شما به چیزی تو زندگی عادت داری. من اگه دیسکرایب کنم این شخص رو، این همسر آیندم، دوست دارم سوپر مدل باشه، پولدار پدرشون باشن، بسیار خانه‌دار باشن، در آشپزخونه نمبر وان باشن و بتونن بنده که اومدم خونه قشنگ ماساژم بدن. شما مجرد خواهید بود. شما مجرد تو طبیع. ولی میدونی چیه شهرام جان، زمانی مریضم که میشم سوپ دهنم بذارن. آره اون صبح کشیدن دارم تا شب فقط دنبال این باشن که منو مثل مهر و تسبیح بالا و پایین کنن. ولی میدونید که در روزگاری که ما الان هستیم دیگه زمانی نیست که ما بگیم همه ازدواج کردم منم باید بکنم، همه بچه دار شدن منم باید بچه دار شدم. زمانی هستش که مخصوصا در جنریشن هایی که جدید هستن اصلا با این کارا کاری ندارن که اکثریت مردم همشون ازدواج کردن و بچه دارن و دوتا سگ دارن. اصلا وقتی این موضوع بهشون میگی وحشت میکنن. الان تو به یک پسر 30 ساله بگی مثل من ساله بله دقیق من هم گفتم هر چند سال شما باشید من 6 سال کوچکترم. الان شما به یک چیتاری ندارم که میگی از من کوچکتری، پسر جوان شما بگید شاید وحشت بکنه. زمانی هستش که ما نباید کاری داشته باشیم، حالا هر چقدر همه فشار بیارن، مثل من حالا شما رو اینجا on the spot گذاشتم، ببخشید. خواهش اصلا شما خیلی من رو spot میذارن خانم تناز، ولی خوشبختانه همون جوری که خدمتون فرمودن بنده میتونم جوابشو بدم. درسته. بعد ما همه هم باید اینو یاد بگیریم. الان زمانی هستش که هر کسی هر طوری که دلش میخواد کاستماایز میکنه زندگیشو اونطوری که دلش میخواد. و مثل چیزی که اوردر میدی از آمازون یا تسلایی که اوردر میدی کاستماایزش میکنی. دقیقا. حالا من میتونم زن ایدئالمو واقعا بگم بدون شوخی؟ ها اینا شوخی بود دیگه. خب من فکر کردم جدی میگید. خب گفتم مثلا به دختر خانم‌ها گفتم داستان تعریف کردم، حتی لبخندم نزدی اصلا.
من نمیدونم جریان چیه. من میخواستم برای آقا ببین بله. من فکر میکنم که یک شخصی باشه، انسان باشه اول، خارج از شوخی، چون که میدونم بینندگان عزیز برنامه رو میبینن بعد میگن ایشون سوپرفیشال هستن. یک انسانی باشه که شخصیتش خوب باشه، فرندلی باشه، ایزی گوین باشه، راحت باشه باش زندگی کردن. خب بر رو داشتن خیلی مهمه به نظر من. هر کسی باید احترام به خودش بذاره، به قیافش بذاره، به هیکلش بذاره، به اندامش بذاره، ورزش کنه، از خودش تیکر کنه، تغذیه خوبی داشته باشه. اینا شاید امسال به نظر من این چیزا لازمای زندگی، یعنی واقعا لازمه برای زندگی کردن. و یک شخصی باشه که شما باهاش احساس کنی در آرامش هستی، یعنی وقتی باهاش هستی یا حتی باهاش هم نیستی واقعا لوک فورورد بکنی که هر چه زودتر به منزل برسی یا به اون جایی که اون عشقتون یا اون یارتون هستش و به دیدار ایشون بری. یعنی باید میسش کنی وقتی نمیبینیش. اون موقعیه که شما میدونی و متوجهی که با شخص درست در ریلیشنشیپ هستی یا در اون ازدواج هستی. بله. و متاسفانه خانوم های مجردی که نه همه، بعضی ها سراغ داریم سراغ آره دارم خب ولی البته من دوستای خودم رو نمیگم، ولی خانم های بعضی از خانم مجرد، خانم های مجرد دوستای خانم تنز میخوان برن شماره من میخوان برن یه زندگی آماده و نه همه خانم ها بعضی از خانم ها میخوان یه زندگی آماده رو تشریف ببرن توش، فقط چمدونشون رو بردارن ببرن تو اون زندگی و همه چی براشون مهیا شده باشه و خب برن شروع کنن بر ناز و نعمت و تفریح، یعنی میرسن خونه و مرسدس و همه چی آماده باشه تا بیان ازدواج کنن، سگ و اینا همه چی آماده بله. باشه و اگر این بله. این نباشه میگن خب اصلا پسر خوب نیست. چرا پسر خوب خیلی زیاد هست، ولی وقتی که من به عنوان یک زن فقط به دنبال این هستم که این شخص چقدر دارایی داره، چقدر تو بانک اکاونت پول داره، چقدر مقام داره، خب مطمئنن اون چیز رو که میخوام بهش نخواهم رسید. چرا؟ چون اون شخصی که تمام اینها رو داره بسیار شخص باهوشی هست، اصلا این شخص استوپد یا احمق نیست و قشنگ میتونه اثبات بکنه که آیا شما به دنبال این مقام و استاتسش رفتید یا واقعا دوستش دارید. و به خاطر همینه که خیلی از خانم، بعضی از خانم ها به همین علت ازدواج نمیتونن بکنن، چون آماده و حاضر میخوان برن تو. ولی زندگی خوب هستش که با زن و مرد با همدیگه دست به دست بدن و زندگی رو با همدیگه بسازن. بله. از همدیگه انتظاری این که قبل از اینکه من وارد بشم، وارد اون زندگی بشم، همه چی آماده باشه نباشه. بزرگترین ایرادش اینه که من فکر میکنم چیزایی که من دارم میبینم یا دیدم اینه که اکسپکتیشن ها خیلی بالاست، یعنی میشه توقع ها. اگر که این توقع ها بیاد پایین و اجاز بشه و بالانس بشه، به نظر من خیلی ریلیشنشیپ ها و روابط خیلی آسون تر و ایزی تر و شدنی تر میشه و پارتنر ها میتونن با همدیگه بیشتر بمونن مدت درست. طولانی یا انشالله بتونن تمام عمر در کنار همدیگه و با خوبی و خوشی پیر بشن در کنار همدیگه. اتفاقا یک کوت جالبی آقای فرزان دلجو مدیر شبکه تودی چند روز پیش گذاشته بودن توی اینستاگرامشون به این شکل هست که God never gives you a dream that matches your budget. خدا هیچ وقت به تو آرزویی نمیده که با حساب بانکیت جور بیاد. He's checking your fate. خدا یا کائنات به دنبال این هستن که ببینن تو چقدر میخوای بری دنبالش، چقدر میخوای سعی و تلاش بکنی، چقدر فیت داری. و این به نظر من خیلی ربط داشت به این موضوع که ما چیزی رو که میخوایم به دست بیاریم باید سعی و تلاش و کوشش بکنیم. البته آقای دلجو میدونی که کارگردان و نویسنده بسیار برجسته‌ای هستن و این کوت هم خیلی زیبا و جالبه. من شک ندارم که ایشون خودشون ممکنه همین کوت نوشته باشن یا ساخته باشن.
چون که بسیار بسیار چیز حقیقتیه. درسته. و ازدواج‌های امروز بیشترش روی مقام، روی شهرت، روی پول، شاید بیشترش 80% روی پول و اون امکاناتیه که اون مرد میتونه به زندگی اون دختر بیاره. اگه نگاه کنید نه تنها در کالچر ایرانی، فرقی نمی‌کنه چه دینی هستید یا چه دینی رو پرکتیس می‌کنید، در هر دینی الان این شده روال. دختر میاد جلو، یک عروسی آنچنانی میخواد، بیشتری ها کار هم نمیخوان بکنن و اکسپکت میکنن که خرج عروسی 50-100-200 هزار دلاری رو خب مسلماً داماد میده، بعدم یک خونه چند میلیونی آماده کردن، بعد با چند تا ماشین و اتومبیل و مسافرت ها و وکیشن های مختلف همراه با یک رینگ خیلی بزرگ و جواهرات آنچنانی. اینه که من فکر میکنم اگه بیشتر رو انسانیت میتونستن پایه و فاوندیشن این ریلیشنشیپ ها رو بریزن بسیار موفق تر میشن. حالا یه سوال دارم ازت. بفرمایید. وقتی موضوع بحث کردن باشه برای تو، برای آقای شهرام، ببین انسان ها دو دست هم. من پسر خوب. وقتی که با کسی داری صحبت میکنی آرامشت برات مهمه یا درست بودن و برنده شدنه؟ میدونی منظورم چیه؟ با یکی صحبت میکنی و میخوای بعضی ها همش میخوای برنده باشه. بله. آخه شما میخوای برنده باشی یا میخوای در آرامش راهتو بکشی و بری؟ ببین من فکر میکنم که چون که من یه آدم کامپتیتیوی هستم، یعنی از اول بچگیم رقابت کردم تو ورزش و کاراته و نمیدونم بدنسازی و موتور سواری و خیلی چیزا بوده و اینه که من فکر میکنم که امروز با تجربه‌ای که من امروز دارم حتما نباید برنده بشم. این یکی از چیزایی بود که من برای نوروز، نوروز امسال هدف من این هستش که برندگی برای من نمیخوام پرایوریتی داشته باشه. میخوام بذارم همه برنده باشن. خب الان میذاری من برنده بشم؟ بله شما هم مطمئنی؟ خب پس یه چک بنویس. برنده منظورم اینه که وقتی با یکی بحث میکنی به اجازه بدید بذاریم برنده بشه، بذار اوکی باشه هرچی تو بگی. من یادمه یه آقایی بودن، آقای من خیلی مسنی بودم، ما یه سری گروه بودیم موقعی که من سینگل بودم، مسافرت رفته بودیم و این آقای با تجربه هم با ما اومده بودن و اینا، بعد سر میز که میشستیم صحبت میکردیم هر کی هرچی میگفت میگفت آره تو راست میگی، بعد اون یکی حرف میزد میگفت نه 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 تو راست میگی. داریم تو فامیلت واقعا. بله شما درست میگی، البته خب شما هم درست میگی. خب بله. ایشون هم درست میگه دیگه، یه همچین شخصیتی دارن ایشون. بله درسته. ولی خب یکی از خب هر سال، سال جدید که میاد، عید نوروز که هستش، ما یه سری تصمیم ها میگیریم که روی خودمون کار کنیم، رو هدفامون. این یکی از هدفهای من بود که بذارم همه برنده باشن. اصلا شما درست میگید، هرچی شما میگید درست بود. حالا من هدف شما چیه تو سال من جدید؟ من خیلی جالبه که نوروز ما میدونی که جهانی شده. بله. خیلی وقته الان، چندین ساله که مردم کل کره زمین نوروز ایران زمین رو، نوروز داریوش و کوروش و اهورا مازدا، برگردیم 3600 سال پیش. اگه یادت باشه قرار شد من درباره تاریخ یه ذره صحبت کنم. برای ایرانیان عزیزی که بیشتر دوست دارن با فرهنگ و کالچر خودشون آشنایی پیدا کنن، تاریخ ایران زمین بین 7000 تا 10000 ساله. حالا دیبیدبله، یکی میگه آقا 8200 ساله، یکی میگه 10000 ساله، یکی هم میگه نه آقا 6000 ساله. ما میگیم بین 7000 تا 10000 سال ایران و ایران زمین سابقه داره و 2600 سال پیش ابر مردی و یکی از پرقدرتمندترین مردان جهان که اینقدر روی جهان نفوذ داشته، کوروش بزرگ ماست که بهش میگن سایرس دی گریت اینجا در آمریکا. و در کتاب‌ها، در کتاب‌های تاریخی، در مدارس و در دانشگاه‌ها درباره سایرس دی گریت و کارهای بزرگی که کوروش کرده صحبت می‌کنن. ما به عنوان ایرانیان از کوروش و داریوش برای همیشه تشکر خواهیم کرد و به یاد این دو
و البته خب خشایار بعدش میاد دیگه، حالا تاریخه، ولی زیباست. 2600 سال پیش که کوروش دنیا رو در دست میگیره، زیبایی فرهنگ و زیبایی اون امپراتوری که ایشون به مردم یاد میده اینه که اجازه دادن که شما خودت باشی، انسانی باشی که تو زندگی دوست داری همون لنگویج، یعنی همون دین، همون فرهنگی که داشتی، همونها رو زیر قدرت ایشون اجازه داده بود. یعنی 30 کشور، خیلی ها، 30 کشور و 30 لنگویج زیر قدرت کوروش زندگی میکرده و هر جای دنیا رو که میگرفته کوروش بزرگ اجازه میداده به این انسانهایی که ایرانی هم نبودن خیلی هاشون، میدونی که مال کشورهای دیگه، دیارهای دیگه، شهرهای دیگه، شهرستانها، دهاتها و هر جا رو که کوروش به دست میآورده و جزوی از پرشن امپایر تعلق میداده، بعد از گرفتن اونها به اونها میگفته که تکس هاتون رو بدید و میتونید زیر امپراتوری من همون زبونی رو که صحبت میکردید صحبت کنید، همون دینی رو که دوست دارید پرکتیس کنید، مالیات رو که میپرداختی، مالیات رو اگه اون چیزای تخت جمشید که دیدی، البته اونجا دیگه زمان کوروش نبوده، تخت جمشید رو داریوش تموم میکنه، چون که متاسفانه کوروش عمرش از دست میده و داریوش که تیک اوور میکنه تخت جمشید ساخته میشه و کامپلیت میشه که تا دیگه میرسه به قسمتی که خشایار میتونه بقیه تخت جمشید رو که پسر داریوش بوده بقیه تخت جمشید رو کامپلیت کنه که بهش میگن آپادانا، اون حالی که 150 تا ستون بسیار بی نظیر داره که اصلا در تاریخی همچین چیزی تا حالا تکرار نشده، اون ستونها رو خشایار برای ایران میسازه. ولی برگردیم به نوروز. نوروز باعث افتخار ما ایرانیان در نه تنها ایران خودمون بلکه در سر تا سر کره زمین هستش. هدف چیه در سال جدید؟ هدف شخصی خودت؟ هدف شخصی اینه که خیلی پولدار بشم. خیلی. خب اونم خوب، پولم خوبه، چیز بدی نیست. خیلی باهوشی. آقا من میتونم راستشو بگم. شما چرا اول همیشه دروغشو میگی بعد میخوای راستشو بگی؟ آقای دلجو در هفتهشون از من سوال کردن. گفتن که این جریان چیه؟ چی دوست داری برای سال نو؟ گفتم که ببین من 3 چیز میخوام. اینجا نوشتم. سلامتی که این اصلا نگوشبل نیست. بله درست. یک چمدون بزرگ با حدود 10 میلیون دلار پول و دخترهای بسیار خوشگل و زیبا. همین جوری هی به من زنگ بزنن و به من مسج بدن. چرا که نه؟ چرا که نه؟ میگه آرزو بر جوانان عیب نیست. حالا خب منم جوانم من دیگه، مگه آرزو بر من عیبه؟ خب من چیزی نگفتم، گفتم ما که به چی میگم، ما که بخیل نیستیم شهر. حالا من چی یاد گرفتم تو زندگی؟ شما چی میخواید؟ من چی من میگم شما حالا چی میخواید؟ حالا من میگم چی میخوام. خب ولی چی این یه سوال دیگه دارم. حالا بذارم خودم بگم. نه دیگه اول باید سوال این همه سال که ما در این دنیا بودیم، من و شما عمر گرفتیم. نه منو شما خودت حساب کن، خواهش میکنم، برای من چیز نکن. منم شما نگیم. من 32 تو این کره زمینم و بسیار خوشحالم. شما تازه به دنیا اومدی. من نه دیگه، اگه تازه به دنیا اومده بودم بلد نبودم صحبت کنم. درست. من یه چیزی که توی زندگی یاد گرفتم و این خیلی به دردم میخوره، اصلا دارم به قول معروف دارم حال میکنم با این موضوع که قشنگم اینو چیز گرفتم. چرا اونجا میرسیم؟ یعنی این قشنگ این جریان اومده دستم که آهنگی بود خایده میخورد، خوشی همیشگی نیست، غمش هم همیشگی نیست، یه همین چیزی میشه بخونه صدات که قشنگ. اون آهنگو بلد نیستم ولی ببین توی مهمانی جشن عید نوروزی تلویزیون هم خوندی. حالا میخوام بذار این مطلب من یادم میاد. بینندگان اینو تو چند روز دیگه خواهند دید. نه به شرطی که بخونی برامون، چون که صدای طناز خیلی قشنگه. میخونم ولی اینو یاد گرفتم موقع که بهت داره خوش میگذره بدون که این گذراست. بله. موقعی هم که خیلی ناراحتی و دیپرسی و فکر می‌کنی دنیا داره تموم میشه، اینم گذراست. اینو که ما یاد بگیریم، اینو که البته این تجربه میخواد، همینطور الکی آدم یاد نمیگیره. بله. اینو که یاد بگیری با بالا پایینا و فراز و نشیب‌های زندگی رو که رد بکنی و اینو یاد بگیری، you're all set. دیگه پول داری. تو وقتی اینو یاد بگیری که نه موقعی که خوشحالی زیاد خوشحال باشی، نه موقعی که غمگینی زیاد غمگین باشی و بدونی همه چیز و همه کس گذرا هستن، تو میتونی
پولدارم حتی بشی. من اینو خیلی دوست دارم. دوست داشتی؟ یعنی عاشق این قسمت از این سابجکتیه که شما باز کردی، چون که خیلی شاعرانم گفتن در خیلی قسمت هایی که زندگی بالا هستی زیاد فکر نکن، خبریه به خود نگیر و میگذره و پایینم که هستی تو زندگی بازم زیاد سعی کن که با روزگار بسنجی و بسازی، چون که همیشه بازم اونجوری نمیمونه. اینه که بلد یاد بگیری دیگه، you're all set دیگه. من هم یاد گرفته بودم دیگه. ولی خلان شما نمیمندم کردی. شما با این سن کمتون اینا کجا بلدی؟ من از بابا، مامان، بالاخره مامان بزرگ، آقای دلجو خیلی ادوایس های خیلی خوب میدن. بالاخره از اسطوره ها باید یه چیزایی هم یاد گرفت دیگه. میدونی؟ بله، یه چیزی هست میگن make a best of it. اینو تمرین میکنی؟ من اینو تازگی ها الان تمرین کنم یا بعدا؟ من تازگی ها اینو دارم با خودم. آخه همه چی تمرین ها. من توی رشته هم کستیم راجب ورزش هم باید حرف بزنیم. تو NLP که هستش، که رشته من هستش، این هستش که تو چیزها رو جایگزین میکنی. وقتی که مهم چیزی رو که ما داریم شکرگزارش باشیم، یعنی هر کاری که داریم انجام میدیم، حتی داریم یه لیوان آب میخوریم، حتی داریم هیچ کار به خصوصی نمیکنیم، یه گل رو داریم نگاه میکنیم، بله، وقتی که شکر بکنی نه تنها خودت خوشحالی، بعد اطرافیانت هم اذیت نمیکنی. چون وقتی که مثلا عبوسی و بله. همش مثلا دیدی مثلا یه خانومی رو داری میبری دیت، یا مثلا من اون موقع که سینگل بودم مثلا با یکی داری میری دیت، داشتی که میبردی دیت اون موقع؟ آره، من شوهر خودم اتفاقا یکی دو بار من بردم بیرون و تمام پرداختم. برای تولدش بردمش لاس وگاس، یادم سال اولی که با هم آشنا شدیم. بله، آل پید اینکلوسیو بردمش. یو دید دت؟ بله. واقعا؟ بله. ببین من هیچ دختری تا حالا نداشتم. تو رو لاس وگاس ببره. اونم تا حالا نداشت. آل اینکلوسیو، من تو رو بردارم ببرم مثلا چه میدونم سانتا مونیکا، یا منو ببره مثلا وست هالیوود، چه برسه بخواد منو ببره لاس وگاس. آره دیگه، خلاصه من بود البته یونان ببرنم خیلی بیشتر دوست دارم. اگه بینندگان هستن میخوان تیکت منو به یونان، کریبیان، خب اول شما باید 7-8-10 تا جا ببرینشون، بعد اونشون هم بله؟ شما خب آره دیگه بله؟ من همینطوری سلام علیکم بیاشون یه با دیگه بگید. خب ایشون کلی گفتید 7-8-10 جا. آقایون عزیز حواستون باشه، پس همینطوری شما رو جلسه اول ببرنتون لاس وگاس. از یک خانم اومد، الان داشتیم صحبت این میکردیم که پول نباید همه چی باشه، 7-8-10 بار، 7-8-10 تا مسافرت اگه اشتباه نکنم یه چیزی موشی حدود 20-30-40-50 هزار دلار. خب هر کی در حد خودش، حالا اگه در حد مثلا توان یه شخص، یعنی باید 10 بار اون ببره تا دختر خانم یک بار ببره. هر کس... خب این چه بلنسی اینجا هست به من بگو. حالا این رشته کلام این چه بلنسی هست اصلا چی می‌خواستم آقا، چه رشته کلامی دیگه میمونه وقتی یارو باید تمام زندگیشو بده 10 بار خانومو ببره وکیشن تا یک بار یه نفر بگه آقا می‌خوای ببرم نهار دیگه؟ اون چویس های چه عدالتیه به من بگو. ناهار نبود، خب من گفتم لاس وگاس. خب دیگه حالا همون لاس وگاس. خب بعضیا همون ناهار هم بدبخت باید لابد 15 تا شام ببره تا یه دونه ناهار بهش تعلق بگیره. آقا من متاسفم برای ما مردا، به خدا دیگه از خود خانم شنیدید دیگه. دیگه من واقعا چیزی نمونده برام. 7-8-10 بار من گفتم 7-8-10 بار مسافرت برید. من گفتم خب شما که با یه خانومی آشنا میشید از جنتلمن، از کسی که خیلی مهمه، برای اینکه کسی که جدی باشه از جنتلمن دارید بینندگان عزیز، از جنتلمن مردی که جدی باشه بخواد در رابطه، من که خیلی هیچ ابایی از این که خانوم رو وقتی دیت بله. میره هر کسی در توان خودش. ببین اگه یک شخصی، اگه یک مردی هست که خیلی مرد پولداری و ثروتمندی هست و وقتی که داریم میخواد بره شما میخواد ببره یک جای مثلا 40 دلار پول ناهار و شام شما رو بده، خب آدم ناراحت میشه. ولی وقتی که اگه یک کسی هست که خب توان مالی نداره و بودجهش رو نداره، خب در اون میدونید اینو والا من فکر کنم خیلی خانوما رو اینجا در لس آنجلس نار 40 دلاری ببری ناراحت بشن. بله، نار 400 دلاری فکر کنم بیشتر به استایل خانوم هایی که در لس
آنجلس لس آنجلس زندگی میکنن بخوره. من یه سوال دارم برای شما و اون اینه که شما آرزوتون برای این سال چیه؟ از من این سوال کردید، آرزوی شما آرزوی بخصوص هست برای عید امسال؟ آرزوی کلی، آرزوی شخصی خودم. آرزوی کلی شخصی. آرزوی کلی من پدر خدا بیامرزم یه آرزو داشتن که بهش نرسیدم و اون آزادی ایران بود. بله. و منم آرزو همون آرزوی است که آزادی ایران پدرم و هموطنان عزیزم. بله. خوشی دیدن خوشی هموطنان از ته دل میگم، دیدن خوشیشون. هرچند که من هیچ وقت ایران بر نمیگردم هر جوری باشه، برای اینکه من اینجا بزرگ شدم، اینجا شکل گرفتم و هیچ وقت هیچ کشور دیگه ای به جز اینجا زندگی نخواهم کرد. ولی آرزوم از صمیم قلب این هستش که اونطوری که مردم ایران دوست دارن اونطوری باشه، آرزویی که پدرم داشتن. آرزوی خودت چیه؟ به اون خدایی که اون بالا سر شاهده راست بهت بگم، اولین آرزویی که دارم امروز اگه بگن که آقا یک چیزی ازت میگیریم، اولین آرزوت برای دنیا و مردمت و هموطنان اینه که این رژیم جمهوری اسلامی و این تاریکی که آسمان ایران رو سیاه کرده برای همیشه و همیشه پاک بشه از آسمان کشورمون و این رژیم و هر رژیم دیکتاتوری و بدی که میاد چنین با مردمش میکنه برای همیشه از آسمان ایران زمین پاک بشه و تمام جوانها، نوجوانها، مردم، زنها، مادرها، خواهرها، برادرها، پدرها، همه مردم ایران once and for all آزادیشون رو برای همیشه به دست بیارن. آمین. این بزرگترین آرزوی منه به خدا برای این عید، برای تمام بینندگان عزیز، برای تمام هموطنان. امیدوارم که با آرزومون برسیم. تو آرزومون انشالله. آرزوی کلیمون یکی هستش. خیلی جالبه. کاملا. آرزوی شخصی من اینه که یه سفر دور دنیا. بله، یک سفر دور دنیا برم، مثلا یه دو سه ماهی برم تمام دنیا رو در ریتز کارلتون های مختلف. خب معذرت میخوام. بله، آرزوه دیگه، واقعا که قرار نیست بریم. یعنی ریتز کارلتون؟ آره دوست دارم. یعنی فور سیزنز هم اوکیه دیگه، چون در ریتز کارلتون فور سیزن برده. آدم که تو آرزو هم که نمیتونه خصیص بازی در بیاره. من الان باید با اتاق فرمان صحبت کنم. آرزو یک چیز مجانیه که هرکی هرچی دلش بخواد میکنه. در ریتز کارلتون دوست دارم ریتز. والا ما در کارتون هم باشه ببرن نمو یه جایی به خدا هپیم. والا ریتزش حالا جا بذاریم نه خب منم هپیم، ولی آرزوی قلبی اینه که تمام دنیا رو ریتز کارتون به من نمیخوره. ریتز کارتون بهتون میخوره، شما به کارتون نمیخوره، ما شاید به کارتون بخوریم. نه خب بخاطر دلیلش این هستش که خب به خاطر اینکه خب طوری که اونجا سرویس بهت میدن و بله این آخر عمری این ریتز کارلتون چرا به ما زیاد میبینی؟ اون سرویسی که در ریتز کارلتون و فور سیزنز و در دوستا هتل دیگه هم هست که اصلا یادم رفته اسمش. من بعد گفتی ریتز کارلتون دیگه، من الان خب وقتی آرزو میکنی بعد بزرگ آرزو بکنی، یعنی دنبال والدورف استوریا دیگه کجا رو بگم؟ تنها خانم وقتی آرزو میکنی بعد بزرگ آرزو بکنی. گوش کردین که اون سرویسی که ریتز کارلتون میده مطمئنن خب بله، من بعد این همه سال توی آمریکا زحمت کشیدم دیزرو میکنم در ریتز کارلتون باشم. ببین این کلمه رو خواهرای من استفاده میکنن. راست میگن، دیزرو میکنن. بله زحمت کشیدیم خانم تن. چرا که نه، چیزی بهتون بگم. حالا که اصلا نه کسی ما رو میریم نه همین نه هیچ چیزی، این آرزوه. من دوستم آرزوه هم بزرگ باشه. تمام خانم هایی که مثل شما فنسی هستن، مثل خانم تناز فنسی، من خیلی کژوال اینه که همیشه فکر میکنن که یه چیزی دیزرو میکنن. خب شما همه همینطوری. حالا تو ممکنه واسش کار کردی، شما سوپر مدل رو دیزرو میکنید، وقت ما یه ریز کار میکنم براش. یعنی چه دیزرو میکنم؟ اگه دیزرو میکنم کار میکنم براش. خب منم کار میکنم. قیافت رو مینتین کنی، تیپت رو مینتین کنی، خب منم باید بیزنسمن خوبی باشی، باید یه زن از اینا داشته باشی، خب منم همین، باید یک طرز بیان قشنگی باشه، خب پرسنالیتی، شخصیتی، بخندونی، خیلی مهمه خانوما رو بخندونی. و البته خب شما این آرزوها رو کردی، ما چیزی گفتیم؟ نه. حالا چرا این رو تیز؟ ولی من دیگه نگفتم ریتز کارلتون باشه.
خاطره نوروزی داری؟ خاطره از ریت کارتون نه خاطره نوروزی حالا از بچگی نوجه چند سالت بود از ایران اومدی؟ من 9 سالم بوده. بله من 9 سالم بوده از ایران در اومدم. الا حالا شاید داشت میشد 10 سالم، ولی من کلاس 4 روم ابتدایی بودم. فکر کنم که میشه 10 سال. کدوم قسمت تهران بودیم؟ ما تهران بودیم، سید خندان بودیم. اگه اشتباه نکنم یک خونه 3 طبقه در سید خندان داشتیم. بله. و اگر که همبازی های بچگی من این برنامه رو دارن میبینن یا میبینن at some point and time، امیدوارم که روی اینستاگرام من یا فیسبوک من یه مسیج بدید من بتونم شماها رو پیدا کنم. من داشتم درباره این فکر میکردم چند روز پیش. خب ببین، من الان سالهاست رو تلویزیونم. بله. و 23 سالم هستش که روی صحنه هستم، میکروفون به دست در کنسرت های خودم که برای خوانندگان عزیز. و خیلی جالبه، 3-4 نفر بیشتر از تو دنیا تا حالا من رو پیدا نکردم. جالب نیست؟ خیلیه. ولی خیلی دوست داشتم خیلیه. اون همبازی های سابق بچگی، مثل همبازی های کلاس 3-4. هم 2-3 تا اسم یادمه. علی ترابی. خب خیلیه. آرش سباق یادمه، فرهاد یادمه که فرهاد رو پیدا کردم در سندیگو، و یکی 2 تا دوست دیگه هم بودن. ولی اگه آرش سباق یا علی ترابی در هر جای دنیا اگه میشناسیدشون، نه دیگه آقا شب عید میگی بگو، میگم آرزو مینه دوستای بچگی. خب بفهم شاید بینندگان یه هایی تازه این برنامه رو شروع کنن، بگن این دوتا دارن برنامه گمشدگان گذاشت. ببین، شان، شهرام، پیرعلی، من تو برنامه خودم هم میگم، فیسبوک و اینستاگرام منه، یوتیوبمون هم جدیده. اگر که این دو شخص رو میشناسید یا در ایران یا هر جای دنیا فکر میکنید این برنامه رو ندیدن، شما بگید که با من تماس بگیرم. من خیلی خوشحال میشم. میدونی چرا؟ نمیدونم کدوم آرزوی شما رو من از خدا بخوام سوپر مدل بهتون بدن. آقای چی بود؟ علی چی؟ علی باید پیدا شد. علی ترابی، آرش سباق. میدونی چرا؟ من کاپیتان تیم هندبال مدرسه‌مون بودم. آرش سباق هم کاپیتان بود، علی ترابی هم ستاره تیم بود، و ما دوتا ستا یعنی تیم هندبال مدرسه‌مون رو کرده بودیم نمبر 1 تو اون ریجن، تو اون ایریا. و مسابقه های 2 که یادت باشه ایران خیلی مسابقه های 2 میذاشتن اون موقع، که ما بیشتر کشت خیابون رو میبستن مثلا جلوی مدرسه و یه مسابقه 2 میذاشتن. خب آره، خاطره ای از خاطره نوروزه داری؟ خاطره نوروزی 100%. بهترین خاطرهایی که من دوست داشتم این بود که میرفتیم خونه عمو و خاله و دایی و عمه و اینا، و اسکناس های نو میرفتن از بانک میگرفتن. اسکناس هایی که من دوست دارم خیلی. دیدی سمد آقا میگی من اسکناس های نو. با ایدیا چی؟ خیلی جالبه. با ایدیا چی کار میکردی؟ با ایدیا ما جمع میکردم. ببین فرق من ایدیا ما میدونیم چی کار میکردم. ما میرفتیم شمال. بعد متلقو؟ اتفاقا آره، اتفاقا اونجا سیرای بعد متلقو خیلی نزدیک بود به هتل، فکر کنم نمیدونم اسم بهش میگفت، ما میگفتیم هتل هایت، هتل شمال، هایت خزر میگفتن بهش. والا سنم نمیخوره خانم تناز مثلا. ولی نمیدونم حالا چی صداش میکنم، ولی خب انیویز تمام اینا مال بعد انقلابه. هایت خزر من تمام این ایدیامو بر میداشتم و میرفتیم اونجا. من پدرم و عمو میرفتن اونجا سونا و نمیدونم تنیس و اینا بازی میکردم. من و پسرم و دخترم و من میرفتیم باهاشون و من تمام این ایدیا رو خرج کافه گلاسه میکردم. بله. کافه گلاسه یادتونه؟ بله یه چیزا یادم میاد. کافه گلاسه که دیگه یادتونه. البته هنوز هم هست. شما تنها خانومی نیستی که پولا رو همه رو خرج میکنه. خانوم ها معمولا دوست دارن پولا رو به باد بدن و خرج کنن. آقایون هم دوست دارن هی پول بسازن و جمعش کنن و نگهش دارن، یه جا تقدیم کنن یه جا بخانم. من یه قلک داشتم. همه اینا رو که داری جمع میکنی آخرش همه رو تقدیم میکنی به اون سوپر مدله. تقدیم دو دستی. البته اگه زرنگ باشی سعی میکنی که اینکرومنتی بهش بدی. یعنی در نمیگم جیره خوری کلمه خوبه، در اینکرمنت های کوچیک. به خاطر هم اینا رو خرج کن وگرنه میانو. ولی من یه قلک داشتم، قلک هم خیلی دو قلک آبی داشتم، خیلی هم بزرگ و شیک و قشنگ، چه پول خود چه چیز بود مینداختم اون تو. بعد دیگه مثلا هر سال بازش میکردم، اسکناسش میکردم. پسر خوبی بود. بعد اسکناس ها من میرفتم من رو کافه گلاسه و بستنی میکردم و
دیگه رفت تا سال دیگه. آقای دلجو داشتیم باهاش صحبت می‌کردیم، میگفتش که این بهار زیاد خندمون نمیگیره. درسته، منم باهاش موافقم. هنوز اون میدونی من تو برنامه میگم که خودم داشتم صحبت میکردم، وقتی که گریف داری، وقتی که کسی رو از دست میدی، وقتی که حالا این از دست دادن ما جمعی بوده، یه قسمت همیشه یه قصه ای توت هست. بله، یه قصه ای توت هست، ولی ما مجبوریم با داشتن این قصه کنار بیایم، مثل اعضای بدنمون، مثل دست و پا و همه چی، قصه هم یه قسمتی ازمون باشه، ولی دیگه لازم داریم که بعضی وقتا هم یه خنده ای رو صورتمون بیاد. Life goes on. با تمام دردایی که توی دلمون داریم و متاسفانه هیچ کاری نمیتونیم راجبش بکنیم، چون اگه میتونستیم میکردیم، مجبوریم که یه خنده‌ای به زندگی بزنیم. بله. که شاید امسال سال بهتری باشه. میگن که برنامه‌مون هم رو به اتمام هست. والا یه توضیح هم من بدم درباره آزادی ایران، مردم عزیزمون، و امیدوارم که میدونم که برنامه عید خوب موقع شادیه. بله. موقع جشن گرفتن نوروز. شادی زوری، شادی نزوری، ولی مهم اینه که تا اونجایی که میتونیم بفهمیم و درک کنیم آزادی ایران برای ما ایرانیان از همه چیز بالاتره امروز در کره زمین. برای همین آرزوی خودمون دوتا هم همینه که ایران عزیزمون آزاد بشه از دست مزدوران و دیکتاتورها، و امیدوارم که مردم ایران هم همینطوری که وایستادن با شعار زن زندگی آزادی، چون که تمام برنامه هایی که در استودیو هستش و پخش میشه در سر تا سر دنیا، فکر میکنم همه ایرانیان دنیا الان اولین هدفشون اینه که یک گام یک صدا در کنار همدیگه وایسیم و با این شعار زن زندگی آزادی که دنیا رو گرفته بفهمونیم که چقدر حقوق بشر مهمه، چقدر سلامتی مهمه، چقدر همین آزادی خیلی جزمی که ما در دنیا داریم یا در کشورهای خارجی ما داریم مهمه، که اینو واقعا ما فور گرانتد میگیریم. مردم عزیزمون، هموطنان و خیلی از کشورهای دیگه، طالبان هست در افغانستان، نمیدونم اون بر لیبی هست، این بر، همه زیر زور و ستم دارن زندگی میکنن با رژیم هایی که خون و سرمایه اون مردم و اون مملکت رو کشیده، و امیدواریم که در این نبردی که ما داریم، در این حرکتی که ما شروع کردیم 6 ماه پیش، به آزادیمون برسیم، به جوابهایی که میخوایم برسیم و خسته نشیم و تمام اون جوانها و قهرمانهایی که باید بگم در خیابانهای ایران که دخترهای ما هستن، خانومهای ما هستن، پسرمای ما هستن، آقایون هستن، با همین قدرت بیستن و هیچ وقت کوتاه نیان آزادیشونو بطلبن تا روزی که انشالله این رژیم سرنگون بشه یا رژیمی بیاد یا کسی بیاد که بتونه آزادی ایران رو به مردم ایران دوباره کادو بده. خب بسیار عالی. این برنامه عید هستش امسال، سال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. باید با زندگی با همه چیزا و پستی و بلندیاش، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم فقط باید کنار بیاییم، و این امسال عید متفاوتی هست 100%، چرا که سالی که گذشت سال بسیار بدی بود، ولی خب دیگه به قول آمریکایی ها we have to make a best of it. و آخرین سوال من از شما، سوال داری بازم؟ بله. اگر بخوای شخصی رو هایر استخدام بکنی در این سال جدید، دو تا کوالیفیکیشن کدوم انتخاب میکنی؟ شخصی که دیسیپلین خوبی داره یا شخصی که موتیویشن زیادی داره؟ کدومو هر دوتاشو نداره دیگه، یکیشو داره، کدومو استخدام میکنی؟ دیسیپلین یا موتیویشن؟ دیسیپلین یعنی کسی که دیسیپلین داره، سر موقع میاد، سر موقع میره، همه چیز ارگانایز و درسته. موتیویشن کسیه که موتیویت کار بکنه، مثلا تو سلز، های آی دوینگ، مثلا you know if you are in a sales business. So which one would you pick, discipline or motivation؟ سوال سختر از این نبود بکنیم. برای منی که همیشه، چجوری بگم، من خودم باس بودم، صاحب بیزنس هم بودم و همیشه کارمند داشتم، امپلوی بهش میگیم، از بچگی 16 سالگی من صاحب بیزنس خودم بودم،
خودم هم موتیویتد بودم، هم دیسیپلین بودم. با بله. تشکر بسیار از خب مادر عزیزم. علت موفقیت همینه، دیسیپلین و موتیویشن. آره، ولی من دیسیپلین رو برمی‌دارم روی موتیویشن، برای اینکه دیسیپلین خیلی مهمه که ماها نظم داشته باشیم، اورگانایز باشیم تو زندگیمون، و نظم داشتن باعث این میشه که ما خوشقول و قرار باشیم، به موقع ساعت بیایم، به موقع ساعت بریم و بفهمیم اون حرفیه که باسمون یا رئیسمون بهمون میزنه، میگه، یادمون میمونه، کار قشنگ به نحوه احسن انجام میدیم. حالا موتیویشن یه مقدار کمتر باشه، یعنی طرف ممکنه به اندازه کافی گرسنه نباشه، ولی میشه روش کار کنی. اون جوانان یا اون امپلوی های کارمندانی که زیاد موتیویتد نیستن میتونن با طریق محیط کاری و انرژی مثبت از سمت رئیسشون یا انوایرمنت یا کارمندان دیگه میتونن اون موتیویشن شو شاید در زندگی پیدا کنن. ولی من برعکس شما هستم. من کسی رو که ما باید مخالف باشیم. بخاطر این برنامه‌مون انقدر خوبه. ولی من کسی رو که موتیویشن داره رو انتخاب میکنم. چرا؟ برای اینکه آدم اورگانایز دوست نداره. نه، اتفاقا اورگانایز، اتفاقا اگه یکی باشه دیسیپلین و موتیویشن که دیگه میدوزمش. ولی حالا اگه بین این دو تا باشه، پس منو باید بدید. موتیویشن رو انتخاب میکنم. چرا؟ برای اینکه کسی که موتیویت داره، من در خودم ایبلیتی اونه که اونو بتونم ترین بدم و دیسیپلین بهش کاملن. یاد بدم تا یه حدی رو بله. در خودم اون رو میبینم بله. حالا من شاید اشتباه میکنم ولی دیگه حالا اون دیگه آنفورسینه. من یه آهنگم برای شما آوردم که میخوام بهتون تقدیم کنم جلوی بینندگان عزیز و امیدوارم که دوست داشته باشی. آهنگ قرار بود یکی از هنراتون آقای هنرم دیگه فقط صحبت کردن روی استیج که نیستش که یارو جلوی کامرا. نه خودم نخوندم، یکی از اسطوره‌های کشور خونده، یکی از فیوریت ترین آهنگای منه در دنیا، همیشه عاشقشم و خیلی از بینندگانم عاشقشن. با صدای رویایی یکی از خوانندگان محبوبمون به اسم معین عزیز. اگه گفتی چیه؟ کدوم آهنگشه؟ تن ناز منی، ناز منی، ناز تارا لالای لالای لالای. منم که آماده. باز با هم میخندیم، باز با هم میرقصیم، اما نه به این ساز، اما نه به این ساز. مرسی، منم که ذوق کردم، کیف ببین کردم. ببین دیگه محبا. این زندگی اینجور نمیمونه، صاحب داره کارای دنیا، این زندگی اینجور نمیمونه. آخرش هم انقلابی شد. این زندگی این جور نمیمونه، عشق من ازم دور نمیمونه، ظالم داره دنیا همه کارو، این جوری که ناجور نمیمونه، این جوری که ناجور نمیمونه. Thank you.
حالا من خوندم این آهنگم تقدیم کردم. خوب خوندم؟ آره. خب ببین بخوام سیریس بشم خیلی آخه من تو رو قبلا چند تا جای دیگه دیده بودم، بعد فکر کردم از این آدمای جدی و مثلا از این آدمایی که با هیچ کس راه نمیاد، نگو اونجا انوایرمنتش یعنی خراب بوده. یعنی خدا میگیرم اصلا اینجوری نیستم اتفاقا. خب خدا رو شکر. ولی خب خیلی جالبه اینو میگی، بعضی از کسا واقعا فکر میکنن که نه من اتفاقا خیلی شخصیت هامبل داون تو ارت یعنی خاکی دارم. حالا ببینم میخوای برامون بخونی؟ من ایده صداتم که قشنگه. من هم صدام از شما بهتره. بله نفهمیدم. هم قشنگ میخونم. بله. هم که on top of that ترکی هم بلدم. حالا من صدا رو نمیدونم قشنگ تر باشه ولی بفرمایید. اوکی خب بعضی آهنگ ترکی من میخونم. من الان میزنم. آذری ایرانی. کوچه‌لره سوسب بیشم küçelere susap bişem yar gelende toz olmasın yar gelende toz olmasın ele gelsin ele gitsin ele gelsin ele gitsin aramızda söz olmasın aramızda söz olmasın
اسرار دهان کدوم اسرار دهان دونو شکر شکر لب دادی سیدا عالم دمن گفتم سوزن باری درم آیا ما I'm